کارش را در مطبوعات در اواسط دهه 40 خورشیدی با مجله خوشه به سردبیری احمد شاملو آغاز کرد. در دهه 50 خورشیدی در حالی که منتقد شناخته شده تئاتر بود، حوزه فعالیت خود را به رادیو تلویزیون ملی ایران گسترش داد و شانس همکاری با نادر نادرپور در برنامه ادب امروز را یافت. در پی انقلاب فعالیت مطبوعاتی خود را با کتاب جمعه به سردبیری احمد شاملو و در روزنامه بامداد ادامه داد تا آنکه مجبور به ترک ایران شد. در خارج از کشور با رسانه‌های مختلفی همکاری کرد. همکاری با رسانه‌های اپوزیسیون، فعالیت با نشریات در بخش خصوصی و بالاخره کار در رسانه‌های دولتی از جمله صدای آمریکا. وی در جایی صدای آمریکا را به ادارات اتحاد جماهیر شوروی سابق تشبیه کرده است. وی در حال حاضر تصویرش از تلویزیون ایران فردا در لندن و صدایش از رادیو همراه در لس آنجلس دیده و شنیده می شود. گفتگو می کنیم با جمشید چالنگی. سلام آقای چالنگی. روزنامه نگاری را شما تو دهه 40 خورشیدی در حوزه فرهنگ به خصوص نقد تئاتر آغاز کردین، اما با پیروزی انقلاب نام شما در کتاب جمعه و روزنامه بامداد دیده شد که در وضعیت انقلابی آن روز بار سیاسی این نشریات بیشتر بود. بسیاری شما رو روزنامه نگار سیاسی امروز میشناسن. میخواستم بدونم تا چه اندازه شما دلتنگ دوران روزنامه نگاری خودتون در مجله تماشا یا برنامه ادب تلویزیون ملی ایران هستید. سلام به شما. در مورد بعد از انقلابم که اشاره میکنیم به روزنامه بامداد و کتاب جمعه احمد شاملو سردبیرش بود، باز اونجا هم عملا من همون کار قبل از انقلاب بودم میدید، یعنی اون کاری که در مطبوعات دیگه بود مثل تماشا، روزنامه مردم، بعد از مردم هم روزنامه رستاخیز بود که ادغام شده بود روزنامه ایران نوین و روزنامه مردم. عملا نوشتن سیاسی یا در زمینه روزنامه نگاری سیاسی رو در خارج از کشور میشه گفت ادامه داد. دلتنگی برای همه هست، همونطوری که در سطح خیلی وسیع‌ترش همه دلتنگ کارهایی هستن، دورانی که نقشای سازنده‌ای داشتن، نسل ما به خصوص در هر زمینه که بودن. من فکر میکنم این دلتنگی مال روزنامه نگارای تنها نیست، مال معلمین هست، حتی مال کارگرای اون زمان هست که به هر حال وضع به سامانی داشتن نسبت به بعد از انقلاب بسیار به سامانتر بود و کسان دیگه. این دلتنگی همه نسل ماست در همه زمینه‌ها. شما و برخی از هم نسلان شما مثل بیژن خرسند، بهروز سور اسرافیل، بهنام ناطقی در کار خودشون نوآور بودن، زبون میدونستین، فرهنگ های دیگر رو میشناختین. من هر موقع به شما فکر میکنم واژه‌ای در ذهن خودم ساختم تحت عنوان روزنامه نگار تکنوکرات. تا چه اندازه این طبقه بندی که من کردم به نظر شما درست؟ روزنامه نگار تکنوکرات من واقعا نمیدونم تا چه اندازه میتونه درست باشه، برای اینکه تکنوکرات رو معمولا حاشیه میزنه، بغل میزنه و در کنار نوعی مدیریت هست. شاید بتونید بگید که مثلا روزنامه‌نگارانی که در دورانی که تکنوکرات ها به اصطلاح در عرصه سیاسی و مدیریت کار میکردن، روزنامه‌نگاری اون دوران رو به این شکل مربوط بدونی. اما از کسانی که نام بردی، هم نسلان من بیژن خرسند هم نسل من نیست. بیژن خرسند عملا سمت استادی بر بنده داره، یعنی از کسانی است. البته من کارم رو بخوام بگم، کارهای اولیه‌ام رو حالا از دوران کودکی که بگذاریم در مجله زمان شروع کردیم، پرویز لوشانی. اما بیژن خرسند عملا کسی است که راه رو برای من هموار کرد و سمت استادی بر من داشت، بسیار ازش یاد گرفتیم، آموختیم، من و بسیاری دیگه. به هر حال اگه برگردم به سوالتون شاید پاسخش دادم دیگه، نه؟ بله. راجع به تکنوکرات ها بسیار بودن، خیلی زیاد بودن هم نسلان ما که این خصوصیات داشتن در زمینه‌های مختلف، مثل
بهزاد حاتم بخوایم صحبت کنیم، پری صفا بخوایم صحبت کنیم، آقای قائد که هنوز هست و می‌نویسه در داخل ایران، امید روحانی هست، بسیاری، حسام الدین اشرفی هست و خیلی های دیگه که متاسفانه در اوج کارشون، در اوج محصولدهی، تمام کسایی که من اسم بردم خب به هر حال در زمینهای مختلف کار کردن و محصولات بسیار زیادی داشتن، پیگیر بودن در عرصه های مربوط به کارشون. مثلا بهزاد حاتم علاوه بر اینکه گرافیست بسیار خوبی بود، در زمینه نقاشی می نوشت در رودکی و جاهای دیگه و کسان دیگه، خیلی اگر من بخوام اسم ببرم گفتم خیلی زیاد خواهد شد. متاسفانه در اوج کارشون، در رو به بالا رفتنشون انقلاب شد و پیامدهاش که میدون. تا کی توانستید پس از انقلاب در ایران دوام بیارید؟ روزی رو که از ایران خارج شدید یادتون میاد؟ آه بله، روزی که من خارج شدم در واقع 18 خرداد 1362 بود. مثل بسیاری ما ناچار شدیم از ایران خارج بشیم، مثل صدها هزار نفر و چندین میلیون نفر، چند میلیون نفر که بعد از انقلاب خارج شدن. ما تا اونجایی که تونستیم شاید بشه گفتش که شاید که نه به طور قطع، بعد از آیندگان که تعطیل شد، دومین روزنامه‌ای که در واقع روزنامه مستقلی هم بود، من آیندگان رو اشاره میکنم، همکاران روزنامه نویس هایی که در اونجا بودن خب جنبه چپ داشت، به نوعی ارگان چپ بود و هیچ اشکالی هم نداشت از نظر ما ها. برات این تصور برای پیش اومده بود برای دوستان سیاسی اندیش که میتونن روزنامه چپی هم داشته باشن، اما روزنامه بامداد که واقعا همه کسانی که در اونجا کار میکردن از جیبشون پول گذاشته بودن و در اونجا سهیم شده بودن یا به طور مجانی کار میکردن تا ببینن چه خواهد شد، همون صفحه هنری و فرهنگی قبل ما داشتیم، امید روحانی، من، استادی بیژن خورسند، آیدین آقاداشتو، بقیه همه بودیم. روزنامه رو مصادره اول یک بار بمب گذاشتن و بعد آمدن چاپخونه اطلاعات چاپ میشد به امید به اصطلاح تصاحب چاپخونه که چاپخونه ای در کار نبود. به هر حال ما و من به دلیل اینکه کارمند رسمی سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران بودم تا روز آخر در اونجا بودم، اون تا خب گرفتاری های عدیده ای که پیش اومد ما ناچار به ترک کشور شدیم. شاید ما دومین نسل روزنامه نگاری بودیم که ناچار به ترک کشور شدیم، پس از نسل اولیه استادانی مثل دکتر سیروس آموزگار، احمد خان احرار و بزرگان دیگری که اساتید ما بودند و هستن همچون. شما در خارج از کشور حرفه خودتون رو دنبال کردین. شما تنها آدمی هستین که من میشناسم که در عرصه‌های مختلف روزنامه‌نگاری، نوشتاری، گفتاری، شنیداری کار کردین، در بخش‌های مختلف، در بخش دولتی، در بخش ارگانی، حتی در بخش خصوصی. آیا لحن جمشید چالنگی در این عرصه های مختلف تغییری داشته با هم دیگه و اصولا اعتقاد دارین لحن و نگاه ژورنالیستی باید تغییر داشته باشه؟ تغییر که نمیتونه بگم، من نمیتونم مثال دیگه بزنم جز خودم، اون چیزی که مربوط به خودم میشه، البته باز نمیدونم، شاید همکاران و دوستان و عزیزانی باشن که در همه این عرصه‌ای که شما اشاره کردین اونها هم فعالیت کرده باشن و من نمیشناسم واقعا، من هم اطلاع چندان کسانی از ذهنم میگذره ولی کاملا مطمئن نیستم. اما به هر حال اون چیزی رو که من میتونم بگم، نه لحن نمیتونه تغییر پیدا کنه، آدمیزاد آدمیزاده، یعنی اینکه اگه قرار باشه از این حوزه به حوزه دیگه آدم بره، حالا عقاید جدیدی هست، سوپرمارکت که نیست که آدم میره یه چیز جدیدی میخره و حالا میریم کفاشی کفش میخریم، اینطور نیست، لابد یک علتی داره که آدم مثلا فرض کنید از تئاتر نویسی، درباره تئاتر نوشتن میاد به عرصه سیاسی میرسه، دنبال یک ارزش هایی هست، همون ارزش هایی که ریشه کار تئاتر رو در ایران به نحوی هدف گرفته بود، همون ارزش های از بین رفته، اون ارزش های متوقف شده، روند طبیعی حیاتش،
وقتی این هست، خود به خود کسانی که در کار تئاتر یا روزنامه‌نگاری که داره راجع به تئاتر می‌نویسه یا سینما، به خودی خود بلافاصله در یک عرصه سیاسی قرار گرفته بدون اینکه بخواد منتقل بشه. گویا اینکه علت اینکه من اصلا در عرصه سیاسی بودم این بود که خب تعلقات همیشه اندیشه سیاسی، اگه بخوایم اسمش رو بذاریم، یا تعلقات سیاسی یا اون چه رو که برای جامعه ایرانی، برای روزنامه نگار، برای همه مفیدتر میدیدیم، همون راه و شیوهی بود که بختیار سرانجام برگزید، دکتر شاپور بختیار، بدون هیچ تردیدی. گو این که باز فراموش نکنیم که در عرصه واقعی زندگی همه چیز میتونه زمینه سیاسی داشته باشه، مخصوصا وقتی روزنامه نگار هستی، در هر زمینه‌ای که هستی. و باز هم یک نکته مهمتر این که در ایران واقعا همه چیز به خودی خود رنگ سیاسی گرفت، زمینه ها سیاسی شد و این نبود که کوچ کرده باشه آدم از این زمینه‌ای به زمینه دیگه. یک نوع مسیر و روند حیات حرفه‌ای و نوشتاری آدم و علایق و علاقه های آدم متوقف شد و زمینه دیگه زیر پای آدم پدیدار شد. به این شکل هست. آقای شالنگی، مقاله‌ای با امضای شما اوائل دهه 90 میلادی در هفته نامه پیام ایران در لس آنجلس منتشر شد، عنوان بسیار جذابی داره، احتمالا شما شاید به خاطرتون نیاد، عنوانش هست این همه آزادی و تنها تبلیغ برنج باسماتی. نقدیست به فضای موجود، به عملکرد رسانه‌های آن دوران، یعنی یک دهه تقریبا بعد از انقلاب. از آن تاریخ تقریبا 25 سال از چاپ این مطلب میگذره، وضعیت امروز چطوره؟ پیام ایران رو گفتین، نمیشه یادی نکرد از منصور خان انوری، روانش شاد، انسانی که در این زمینه تلاش زیاد کرد. تلاشش این بود که همیشه، با اینکه اهل این حرفه نبود، خود شما دیده بودید جناب انوری رو، ولی تلاش میکرد که یک روزنامه نگاری درست حسابی در جهت همون جهتی که باید باشه این در این شرایط رو حمایت کنه، پدید بیاره و منتشر کنه. من اون نوع انتقاد عمومی که به لس آنجلس میشه رو زیاد باش همراه و همسو نیستم، یعنی معتقد هستم تمامی کسانی که در لس آنجلس، غیر از کسانی که به مرور در غلطیدن در حوزه پیش بردن هدفهای رژیم ایران، غیر از اونا، هر کسی بیرون از این زمینه کاری کرده ولو به معنی ظاهریش غیر سیاسی، به هر حال قابل احترامه. روزنامه نگاری که آمده 25 سال 30 سال تمام، حتی به بندم اگه بد بیرا گفتون به جای خودش، ولی آمده زحمت کشیده، همین دوتا روزنامه ای که در لس آنجلس در میاد، صبح ایران و اصل امروز، آقای شرفشاهی هست، آقای هوشیار نژاد. خب شما توجه بکنید، همین آقای هوشیار نژاد مثلا خب در تالار مولوی تهران کار میکرد، زمان گذشته، قبل از ترانه سرام هست، اما آمده این روزنامه ای رو منتشر میکنه. بیش از 30 سال تمام یک روزنامه رو در آوردن کار شوخی نیست، خودت دست تو کار وفا جان، قابل احترامه به نظر من. همین دو روزنامه ایشون یا تلویزیون هایی که هست یا هر چه که بود، میگم خط قرمز، من دوست ندارم این کلمه رو به کار ببرم، ولی اونهایی که منویات حکومت ایران رو پیش نمیبرن، در اون مسیر نیستن، برای کاری از دستشون، هر کی با هر هدفی. نکته و مشکل این هست که نتونسته جامعه ایرانی چجوری یه زمینه رو فراهم بکنه مثل بقیه اقلیت ها در کالیفرنیا، امکانات به این همه وسعت، این پشت در همسایه کره ما سر هفته که میشه یک روزنامه پر صفحه پر ورق کره ای هست، پر پیمانه کره ای، یا یک شبکه زمانی تو این مملکت. وقتی ایرانی ها ناچار به کوچ شدن که عادت هم نداشتن، بعد از قرنها دوباره این پیش اومد، خریدن یک فرستنده کیبل
کیبل تلویزیونی بسیار ارزون بود نسبت به الان، چندین میلیون هست. یا خریدن یک طول موج اف ام بسیار ارزون بود. این کار بقیه کردن، چرا ما نتونستیم؟ این علتش فقط به ایرانی های لس آنجلس بر نمیگرده، خصلت های فرهنگی و خصوصیات هر چه هست، این جامعه شناسا باید بشینن تحقیق کنن که چه ویروسی هست، چه مشکلی هست در جوامعی مثل ایران که نمیتونه به طرف یک اتحاد سازنده بره. و هر وقت هم یک اتحادی به وجود اومده در طول تاریخ ما، متاسفانه اتحاد اکثرا ویرانگر بوده، مثل اتحادی که در انقلاب ایران بود دیگه. خیلی این اعتقاد دارن فاجعه آفرین بود دیگه. شما از راست‌ترین طیف سیاسی و فکری رو بگیرید، مذهبی متعصب، تا چپ‌ترین مارکسیست متحد شدن دیگه. نه اونا رو من وارد نمیشم، متحد شدن. این اتحاد به اتحاد به خودی خود آفریننده یه چیز مثبتی میتونه نباشه، مثل اتحادی که در آلمان و هیتلری یک زمانی به وجود اومد یا جاهای دیگه. وارد این معقولات نمیشیم، ولی میشه اتحاد رو در یک زمینه مثبت درست کرد. اشکال اونجاست، و اشکال هم فقط به خود مرد اهالی رسانه ها در لس آنجلس خط نمیشه، و متاسفانه راه و رسم این مملکت هم کسانی که اول اومده غیر از معدودشون زیاد نمیدونستن که چه امکاناتی وجود داره در اینجا که بتونن رسانه های قدرتمند تنومندی رو پای ریزی کنن که امروز روز مثلا شما الان برنامه های تلویزیونی ها رو جامعه مکزیکی یا اسپانیش در آمریکا خب خیلی وسیع تر از ایرانی هست، قابل چیز نیست، اما بقیه هم هستن. شما مسابقات جام جهانی رو باید از این کانال ها ببینید، نه ایرانی متاسف. یکی از شاخصه های شما آقای چالنگی لحن همبار طنزآلود شماست. شما در 30 سال اخیر در 2 جا بنده میدانم و تعقیب کردم همیشه، کیهان لندن و نشریه گپ در لس آنجلس، شما با نام مستعار طنز می نوشتین و در این قالب قلم می زدید. چرا این نوع نوشتار رو تعقیب نمی کنین؟ امروز لااقل آدم از شما نمی بینه، چون به عنوان خواننده برای آن طنز سیاه دل خود من تنگ شده. چرا طنز رو بیشتر روش کار نمی کنی؟ ببینی یک بار من از استاد عزیز دوست گرامی دایی امیر طاهری نهار می خوردیم، پرسیدم که یه موضوعی رو صحبت می گه. من گفتم این موضوع این همه هم کار کردی، چرا کتابش نمی کنی؟ یک حرفی زد خیلی قابل تأمل و توجه، گفتش که ببین خودت میدونی، به من میگو آدم عادت کرده که کارشو مثلا مینویسه همین فردا ببینه تو روزنامه جای چاپ بشه، و این ریتمو که پیدا میکنی بعدن کتاب نوشتن یه مقداری دست و پاگیره. حالا که امیر طاهری با همه این مسائل تو این 30 ساله چندین کتاب در خارج نوشت، کتابای انگلیسی، حتی انگلیسی ترجمه شده به زبان. برای اینکه کتاب رو باید بشینی بنویسی بری تحقیق کنی، این کار 6 ماه یه سال طول میکشه مقدماتش، بعد 6-7 ماه چاپ بشه، بعد ولی مینویسی مقاله روزنامه چاپ میشه، فردا نتیجهش رو میبینی. هرچی هست، حالا مسئله من شاید برعکس این قضیه هستش. کیهان متاسفانه خب اینم از مواردی که گفتم نتونست جامعه ایرانی یک روزنامه رو سرپاه نگه داره، اونم حرفه‌ای‌ترین روزنامه رو. خب کسی مثل احمد خان احرار سردبیرش بود و نویسندگان روزنامه نگاران عزیز و گرانقدری. عرض کنم خدمت شما، اینی که تو جای مستمری رو نداری، البته تنبلی هم شاید باشه ها، و بعد اینی که وقتی درگیر یه کار روزانه‌ای میشی مثل کار تلویزیون اون یکی دیگه عرصه، یه مقداری تنبلیت میشه که هی بری اونجا بنویسی، جایی بدی، روی سایتی منتشر کنی، جایی، مگر اینکه یهو یه ضرورتی پیش بیاد. یه جور کار طنزم، چطور بگم، یه جور کار یه ذوقی هم هست. شاید یه روزی به زودی چون کاری رو انجام بدی. شما بحث خاورمیانه رو چه در برنامه خودتون تفسیر خبر در تلویزیون ایران فردا و به صورت گسترده تر در رادیو همراه
در لس آنجلس تعقیب میکنید. در حال حاضر اتفاقاتی که در عراق داره میفته صدر اخبار جهان رو به خودش اختصاص داده. با در نظر گرفتن به اینکه شما عربیتون اگر بهتر از فارسی نباشه در همون سطح و رسانه های عربی رو مرتب تعقیب میکنین و منطقه رو هم میشناسین، ایران و امریکام در حقیقت درگیر حکایت عراق هستن در حال حاضر، شما آینده عراق رو چجوری میبینین؟ ببینیم وضعیت عراق واقعا بخواد آدم پیش بینی بکنه کار بسیار مشکلی است. اون چی که نشون میده وضعیت داره به چه سمتی میره، متاسفانه این وضعیت داره میره به طرف برافروختن شعله های یک جنگ طائفی و قومی از یک طرف و یک جنگ مذهبی از یک طرف. این دو نکته رو کار دیروز و امروز نیست، از چند سال پیش قابل پیش بینی بود که یک همچین چیزی وجود داره. مثل اینکه شما یه جای آتیش میگیره پمپ بنزینی، جای شما بدونید یه بشکه بنزین هم اون گوشه هست، احتمالاً اگه شعله بگیره بهش اونم آتیش خواهد گرفت. اون وجود داره، یعنی شما وقتی یه همچین ریشه های مسائل ریشه ای در منطقه دارید، خب یک زمانی احتمال اینکه آتیش به اونجا برسه هست دیگه. این برای قضیه خب میدونیم حکومت ایران هست، شیعیان عراق هست، اون برای قضیه کشورهای جنوب خلیج فارس هست، در رأسشون عربستان و سعودی سالها نشستن بازی و مانور حکومت ایران رو در عراق دیدن. آقای سعود الفیصل به صراحت اوائل گفت در زمان بوش که شما کاری که در عراق کردین اینی که کاری که خود جمهوری اسلامی نتونست بکنه طی 8 سال شما انجام دادید، راه رو باز کردید، هموار کردید برای حضور حکومت ایران در اونجا. الان شکلی گرفته به خودش، این خبر دقیق یا نادقیق به هر حال نزدیک به واقعیت میتونه باشه، که آقای قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس عملا داره دفاع از بغداد و سیستم دفاعی از دفاع از بغداد رو داره سازماندهی میکنه. بغدادی که چندین سال پیش بمباران میشد از طرف ایران و تهرانی که بمباران میشد از طرف بغداد. وضعیت به چنین پیچیدگی رسیده. این وسط البته حکومت ایران هم یک ماهی اضافی هم از آب گلالود قصد داشت بگیره، بعدش نمیومد گرفته بشه. اینی که آمریکا دست نیاز به طرفش دراز کنه برای آرام کردن اوضاع در عراق و یک همکاری مشترک نظامی در عراق، خب اینو کنگره اینجا مانع شد. میدونی چندین عامل الان در عراق داره عمل میکنه. داعش که در اونجا هست بخش بزرگی از جامعه عراقی که عشایر عراق هستند فارغ از آنچه که داعش فکر میکنه پیوستن و از این شرایط استفاده خودشونو میکنن برای ابراز اعتراضهاشون. فراموش نکنیم که بسیاری از عشایر در عراق به هر حال مصالح و منافعی داشتن و اینا از بین رفت. فراموش نکنیم که ارتش عراق رو در اثر سیاست بسیار غلط آمریکا منحل کردن. آقای پول برمر مسئول گردوندن عراق بعد از اشغال شد که بعدها نشون داده شد هیچ نوع صلاحیتی برای این کار نداشت و اینها همه الان فرصتی پیدا کردن. این وضعیت گلالودی که پیش اومده، هر کسی میخواد ماهی خودشو بگیره. داعش دنبال احکام اسلامی هست و اینها، عشایر هم برحال اعتقاداتشون چندان دور نیست، حالا از بریدن سر گرفته تا احکام اسلامی بود، زیاد مزاحمتی برای عقاید اسلامی عشایر عراق نداره. ولی و ارتشی عراق شما دقت کردین، من میدونم به امروز نما به طور دقیق دنبال میکنه شعارهایی که مخالفین داعش این روزا سر میدادن، این هستش که لال عودت صدام، یعنی به بازگشتی به بازگشت صدام. معنی دومش این هست که حضراتی هستن طرفداران صدام حسین هم در این میون
فعال هستن. بنابراین مجموعه این عوامل گاه حتی متضاد، عرض کنم خدمتتون، و از دید ارزیابی شما هرچند اشاره کوتاهی کردین، خود غربی ها در ندیدن آنچه که داریم در عراق امروز داره اتفاق میفته نقش بسزایی به نظر شما دارن یا فقط نقشی رو میشه گفت داشته باشن؟ بعضی از این کشورهای غربی عملا نقش دارن، به این معنی که نقشی رو که باید ایفا میکردن نکردن. این نکته مهمی است. به تعهداتشون شاید اصلا، مثلا آمریکا به هر حال الان این انتقاد، حالا از اول رفتن به عراق درست بود غلط بود بحثی بود، رفتن بیرون آوردن اونجا از عراق باعث این شد که همین سه روز پیش حرفای جورج بوش پسر رو که پخش میکردن، اون موقع این حرف رو ایشون میزد، حالا رو حساب میزد، همینطور میزد، هر چی که بود، الان به شکل پیامبرگونه جلوه کرده حرف بوش، یعنی به عنوان پیشبینی دقیق به این معنی، نه اینکه خب مقام پیامبران به جای خود محفوظ و محترم. ایشون اون موقع میگفتش که بیرون کشیدن نیروهای آمریکا از عراق اشتباه بزرگی خواهد بود، عراق خواهد شد به اصطلاح بهشت امن گروه های تروریستی و آمریکا ناچار خواهد شد به مراتب بیشتر نیرو بفرسته. یعنی وضعیت که امروز رسیده. ببینید آمریکا شاید باید یک زمانی دست به اقداماتی میزد یا یک زمانی یک اقداماتی رو انجام نمیداد، ولی انجام اگر داد سیاست مشخص تری پیدا میکرد. یکی این هست. خب من و شما و بقیه دوستانی که اینجا زندگی کردن و میدونن که افکار عمومی بسیار اثر داره روی سیاست آمریکا و افکار عمومی اینجا به نحوی حالا چه میکانیزمی هست عمل میکنه بسته که به نحوی از طریق رسانه ها و به خصوص رادیو تلویزیون و به خصوص تر البته تلویزیون هست که اثر میذاره. درست شما مثلا فرض کنید روزنامه نگارانی بسیار صاحب نامی مثل آقای اندرسون کوپر امروز بلند میشه میرن دو روزه وارد قاهره شدن، مثل یک کارشناس عمل میکنن بدون هیچ نوع اطلاعات دقیقی، برعکس اون چیزی که میگن باید بالانس باشه و نمیدونم فیر باشه و همه اینا، میبینیم بسیار جانب دارن عمل میکنن. همین آقای اندرسون کوپر، دیروز من گزارشی از ایشون در سی ان ان دیدم، روزنامه نگار چندین میلیون دلاری است در اینجا. خب این گزارشش گزارشگر گاردین که صحبت میکرد ناچار شد آخرش بگید بله شما اینجور هستین، از کنم خدمتون بهتر میدونید، دقیق میدونید و از معلومات، یعنی بله شما میدونید. خب ایشون وقتی حتی قانون اساسی یا هر چیزی هست مال هر کشور منطقه رو وارد میشن نمیدونه چی هست و بعد اثر میذارن، برای این اثر میذارن رو افکار عمومی هم میدونید از طریق مکانیزمی که داره اینجا به هر حال یه اثری میذاره، کنگره میره، سنا میره، سنا فشار امر لابی برمیگردیم به خود شما. جمشید چالنگی الان کجا ایستاده؟ آیا جمشید چالنگی به آن سقف مورد علاقه و مورد تایید خود در روزنامه نگاری رسیده؟ نه خب خیلی مشکله. ببینیم ماها مثل اون چیزی که میگیم مورد توقع هست، اون توقع رو آدم از خودش در یک شرایط طبیعی خودش داره. ما در هر جایی که باشیم، هر نوع زندگی که داشته باشیم، به هر حال در محیط طبیعی خودمون نیستیم. یعنی من مثلا تمام شوق و ذوق من این بود، کما اینکه مقدماتش هم شروع کرده بودیم، اگر اوضاع همون طور پیش میرم الان چند و چندین کتاب تئاتر منتشر کرده بودیم، یعنی این کار کرده بودیم، کسانی بودن در ایران مقدمات شما انجام دادیم که شروع کنیم مرکزی رو، چون از نظر تئاتر ما بسیار فقیر هستیم در ایران، حتی پیش از انقلاب با تمام اقدامات بسیار مهمی که انجام میشد از قبیل جشن هنر. خب در تهران پیش از انقلاب قرار بود 10
سالن بسیار بزرگ شبیه تئاتر شهر تهران ساخته بشه. قراردادهای اولیه‌اش با شرکت‌های انگلیسی بسته شده بود و این کارها مقدماتش انجام شده بود. ما یک مرکز انتشاراتی تئاتر رو داشتیم راه می‌انداختیم مشخصاً برای تئاتر که کتاب منتشر کنیم، مطالب یک مرکز انتشاراتی تئاتر. و خیلی هم کسانی که بودن با شوق و ذوق و علاقه، آدمای صاحب صلاحیتی بودن، همه این کارا شده بود. این یه زمینه بود. خب متاسفانه اینا همه متوقف شد. شما میایید خارج از کشور، وظایف یا کارهایی نه که تحمیل میشه، در زمینه شروع میکنه کار کردن که حتما باید بکنید، نمیشه انجام نداد، یا چون باید و نباید نیست، اون مسیرت نیست. نه، راه بسیار هست. ما فقط این بخت رو داشتیم که یک زمانی مسیری رو که میخواستیم رفتیم و دوران خوبی بود. و آن دوران مقصودتون قبل از انقلابه؟ بدون تردید، و کمی هم بعد از انقلاب، تا زمانی که ما بامداد در میبودیم. ببینیم، یکی از یک بختی که ما داشتیم وفا جان، این بخت رو ما داشتیم که نسل ما و من هم یکی از اونها، معلمان و استادان بسیار خوبی داشتیم در تمام زمین ها، چه تلویزیون، چه رادیو، چه مطبوعات نوشتاری. من بخوام بگم خدمت شما، از سال بعد دیگه مثلا میشه 7 سالی میشه 6 سال خورده در خدمت جناب نادرپور، در نادر نادرپور، شاعر بسیار ارزشمند که ایشون خیلی پیشتر از من به نسل ما از ایران بیرون اومد و به هیچ وجه سیاسی نبود. جناب نادرپور واقعا راستی و درستی که نادرپور داشت، همون روزای اول دیگه بر نمیتابید اون وضعیت. خب ما دروغین. مثلا بعد اون شعر صبح دروغین رو اشاره کردن، سه شنبه ها بعد ها بعد از اومدن بیرون، سه شنبه شب ها که ما جلسه داشتیم که از 6:30 از یا 6 شروع میشد تا 11:30 شب. خب این من تو بیوگرافی رسمی نوشتم، این برای ما همکاری و کار کردن اینا نبود، آموزش بود. بسیار آموختیم. هم نسلان ما، کسانی که اونجا بودن، بسیار آموختن. از حسین منزوی گرامی، روانش شاد، غزلسرای معروف بعدی، اصغر واقدی، عدنان قریفی، شما همایون علی آبادی عزیز که الان سالهاست نقد تئاتر می نویسه، آقای دکتر قطب الدین صادقی، از کنم من هر بخوام علی رضا نوریزاده و بسیار بسیار کسان دیگه بودن در اونجا. محمد علی سجودی مترجم بسیار خوب و بسیار، یا مثلا جاهای دیگه. و این دوران واقعا در هر زمینه‌ای که بودی، در مطبوعات همینطور، با کسانی مثل آقای رضا سید حسینی کار کردن، تماشا، مترجم بزرگ و نویسنده، و کسانی مثل آقای کریم امامی کار کردن در روزنامه، با کسانی مثل ویژن خرسند گرامی کار کردن به عنوان دبیر و معلمه، و کسانی مثل دکتر مهدی سمسار، کسانی مثل غلام حسین صالحیار، احمد شاملو، اینها همه، اینها به هر حال یک نوع موهبت هست. اینو نسل ما داشت، هر کدوم از بچه های اون نسل، و یک خط روشنی بود که پیش میرفت، سیستم خودش رو داشت، نظام خودش رو داشت، ساختار خودش رو داشت. بفرمایید. آیا برنامه برای انتشار کتاب خاطرات خودتون، بازگو کردن اسرار، اسراری که دارید و شاهدش بودید، بیشتر شاید حتی در خارج از کشور دارین، آیا اصلا برنامه ریزی برای بازنشستگی، دوران بازنشستگی دارین برای خودتون؟ بازنشستگی که نه، البته اینو بگم، من تو برنامه خودم نمیتونم زیاد حرف بزنم، زیاد حرف نمیزنم، اینجا زیاد حرف میزنم دیگه باید تحمل کنم. تلافی میکنی. بازنشستگی که من نمیدونم، چون اساسا این حرفه و این کار، نه، این کاریست که من فکر میکنم تا اون زمانی که دیگه دادم زمینگیر نشه یا از این جهان نره ادامه خواهد داد، یعنی تا اون جایی که میتونه. و اون چی که کتاب خاطرات هست، بله، اینو
همه به من میگن، بچهای منم میگن، بقیه هم میگن، چون به هر حال خواسته یا ناخواسته آدم مسیرهایی رو رفته که شاید در اون زمینه‌ها تنها کسی بوده که اون مسیر رو رفته. مثلا اسرار هویدا کردن. یک زمانی در ایران ما به شوخی میگفتیم مثلا اگر حالا که میخواییم بریم بیرون و ناچاریم بریم بیرون، بریم مصر، به شوخی مثلا اینا، مصر بریم برای چی؟ یعنی چی؟ میگفت ما به شوخی فلان، ولی رفتیم، یعنی مسیر به سمتی رفت که ما یا اینو میخواستم بگیم که مثلا فرض کنیم خب اینی که یه روزنامه نگاری اهل تئاتر قبل و بعد اهل زمینه‌های سیاسی یهو 20 سال تمام در کشوری مثل مصر هست، خب لابد خب یه چیزایی رو، نه اینکه اسراری، نه اینکه امتیاز، نمیخوام اونا رو بگم، شاید بقیه اگر می بودن 20 سال شاید بهتر از منم میدیدن، من نمیدونم، ولی به هر حال کم بوده، بنابراین آدم یک چیزایی رو دیده که این بخت رو داشته که اینا شاید برای بقیه دونستن راجب اونا، شنیدن، خوندن راجبشون جالب باشه، این یه وظیفه رو به من محول میکنه. یا مثلا فرض کنید آدم نشست و برخواست های سیاسی که داشته با کسانی که بودن در عرصه سیاسی، انسان بزرگی مثل دکتر شاپور بختیار که به هر حال در عرصه تاریخ سیاسی معاصر ایران یکی از نقاط عطفی است که از طرف متاسفانه من بخوام بگم جریان های سیاسی ایران متاسفانه نادیده گرفته شد، نشنیده گرفته شد، مثل انقلاب 57 این رو هم ضمناً به ما نشون داد که مثل جریان ادبیات معاصر ما شعرایی هستن که بعدها کشف میشن، این به جای ضرر نمیزنه، اما وقتی سیاستمدارانی مثل بختیار بعدها کشف بشن فقط تاریخ نویسا سودشو میبرند، ولی ضررش زده شده، این کشف دیر یک ملت یا نخبگان یک ملت منزوی کردن یا تنها گذاشتن بختیار. به هر حال منظور من این هستش که مسیرهای رو خب به هر حال توی این 30 چند ساله آدم رفت، نه این 30 چند ساله، درست از هرچی قبل از انقلاب، جریان انقلاب، بعد از انقلاب، شاید به نظر من اولا نگاه هر کسی مثل خود جنابادی، الان شما کارهایی که داری انجام میدی، همین امروز نما جوری که میبینی مثال چنیدنی، دیدنیست، خوندنیست، توجه برانگیز هست، نگاه شما به لس آنجلس اون موقعی که بودی جالب توجه بود برای بسیاری بسیاری، ما هم جای دیگه دنیا رو دیدیم، کسان دیگه رو، حتما راجبش بشه حرف خواهیم زد، خواهم نوشت، یاد داشته رو بالاخره سرانجام درست خواهیم کرد، اما بازنشستگی خیر، چون حقوقی هم نداره بازنشستگی الان هم. سپاس آقای چالنگی، ممنون، وقتی که در اختیار امروز نما با دارید. سپاس و آرزوی موفقیت برای امروز نما و برای وفا آذرباری در راهی که است. سپاس از شما. We'll be right back.